بینندگان عزیز سلام، امروز چهارشنبه 23 اسد سال 1392 خورشیدی برابر می شود با 14 آگست سال 2013 میلادی. با مجموعه از تازه ترین خبرهای غزنی، افغانستان و جهان تا این ساعت خوش آمدید. من توریال افغان هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. در یک درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مصالح دولت در ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی 10 تن کشته و زخمی شدند. مقام‌های محلی در ولسوالی قره‌باغ غزنی وقوع این درگیری را تایید می‌کنند. در زمینه گزارش داریم از منصور عثمانی. فضل الرحمن نظروال ولسوال قره‌باغ ولایت غزنی به تلویزیون غزنویان میگوید که شام روز سه‌شنبه در قریه گموشک ولسوالی قره‌باغ غزنی طالبان مسلح بالای یک پایگاه پلیس محلی یورش بردند که در نتیجه یک درگیری میان نیروهای مشترک امنیتی افغان و طالبان مسلح 5 تن از مخالفان مسلح دولت کشته و 2 تن دیگرشان زخم برداشتند. منبع می‌افزاید که 3 فرد ملکی به شمول 2 خانم نیز در این درگیری زخم برداشتند. طالبان مسلح تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. در یک حمله طالبان مسلح بر نیروهای گشتی مشترک افغان بر شاهراه جلال آباد تورخم یک سرباز ارتش زخم برداشت. سخنگوی والی ننگرهار وقوع این رویداد را تایید می‌کند. همکارم با جزئیات بیشتر این خبر. سخنگوی والی ننگرهار میگوید که شماری از طالبان صبح روز چهارشنبه به نیروهای گشتی افغان در شاره جلال آباد تورخم تیراندازی کردند. وی میافزاید که در این درگیری 4 تن از طالبان نیز زخمی شدند. عبدالضیا احمدزی میگوید که نیروهای امنیتی در پیوند به این رویداد 9 تن را بازداشت کردند. طالبان در بدل رهایی فریبا احمدی کاکر عضو مجلس نمایندگان خواستار آزادی 4 طالب شدند. یک مقام محلی در ولایت غزنی میگوید که فریبا احمدی کاکر نماینده مردم کندهار در مجلس نمایندگان چند روز پیش ربوده شد و هنوز هم در چنگ ربایندگان قرار دارد. این مقام می افزاید که تا کنون روشن نیست که گروگانگیران بانو کاکر را در کجا نگهداری می کنند. وی می افزاید که تلاش های از سوی بزرگان اقوام برای رهایی بانو کاکر ادامه دارند و تا کنون در نتیجه این تلاش ها 2 دختر و 1 پسر بانو کاکر و نیز راننده او رها شده اند و خانواده بانو کاکر نیز پذیرفته است که برای آزادی وی گروگانگیران خواستار آزادی 4 تن از زندانیان طالب شده اند. یک افسر و یک سرباز پلیس در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس با جنگ افزارهایشان با طالبان پیوستند. مقام های امنیتی در ولایت بادغیس این خبر را میپذیرند. مقام های امنیتی در بادغیس میگوید که این سربازان شب چهارشنبه با طالبان پیوستند. در همین حال یک پلیس در ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس از سوی مردان مسلح ناشناس آمواج قرار گرفت و کشته شد. تا اکنون در پیوند به این رویداد کسی بازداشت نشده است. ناتو آینده ارتش افغانستان را وابسته به حکومت این کشور می داند. یک فرمانده ارتش ناتو هشدار می دهد تا زمانی که حکومت افغانستان اصلاحات لازم را در صفوف نیروهای امنیتی این کشور به میان نیاورد، این نیروها توانایی کامل مبارزه با طالبان را نخواهد داشت. معاون ناتو در افغانستان می گوید که این نیروهای ارتش و پلیس افغانستان همکنون تقریبا قدرت کامل را به دست آورده اند، اما مؤثریت درازمدت آنها هنوز هم معین نیست. مردان مسلح ناشناس یک نگهبان یک عضو شورای ولایتی هرات را مورد آماج قرار دادند. شیر محمد عضو شورای ولایتی کندهار با تایید این خبر میگوید که مردان مسلح ناشناس که سوار بر موترسایکل بودند یک نگهبان عضو شورای ولایتی هرات را آماج قرار دادند. مسئولان بیمارستان حوزه هرات میگوید که این مرد همکنون در کما به سر میبرد. و این که 3 ماهنگذار در ولسوالی شندند ولایت هرات کشته شدند. فرمانده نیروهای ارتش در شندند میگوید که این ماهنگذاران شب چهارشنبه هنگامی کشته شدند که میخواستند یک حلقه ماین را در راه کاروان نیروهای ارتش در ولسوالی شندند ولایت هرات جاسوسی کنند که در نتیجه آن انفجار این ماین خودشان کشته شدند. و حالا فرشته نگاهی داریم در مورد رویدادهای تازه جهان و از گفته های اخیر بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد بر حملات طیاره های بی سرنشین امریکا بر پاکستان آغاز می کنیم. دبیر کل سازمان ملل متحد می گوید که حمله های هواپیماهای بی سرنشین باید بر بنیاد قوانین جهان تنظیم شوند. بان کی مون در سفرش با پاکستان می افزاید که استفاده نادرست از هواپیماهای بدون سرنشین غیر قابل پذیرش است.
Let me be clear that these new tools, such as unmanned, unarmed, اجازه دهید روشن سازم که این گونه ابراز های تازه مانند هواپیمای های بدون سرنشین برای جمع‌آوری اطلاعات است، اما هواپیمای های بدون سرنشین موشکی یک موضوع متفاوت است. طوری که من پیش از این نیز گفتم، استفاده از هواپیمای های بدون سرنشین موشکی مانند جنگ افزارهای دیگر باید بر بنیاد قانون جهانی به شمول قانون بشر دوستانه باشد. این موقف روشن سازمان ملل متحد است. Humanitarian law. This is a very clear position of the United Nations. شرکت سامسونگ در برزیل با پیگرد عدلی روبروست. دادستانان در برزیل میگن که شرکت سامسونگ در این کشور قانون کار را نقض کرده است و زمین دو مورد پیگرد قرار خواهد گرفت. این دادستانان پس از دیدار از یک شاخه این شرکت در منطقه آمازون برزیل میگویند که کارگران ناچارند ساعت‌های طولانی و خسته کننده بدون بهره‌مندی از وقفه‌های لازم برای استراحت کار کنند و زمین رو صحت آنان با خطر روبرو شده است. از این که بیننده سرویس خبری این ساعت با من و همکارانم بودید سپاس. از شما دعوت میکنم که بیننده برنامه‌های بعدی ما نیز باشید. وقت خوش، الان نگهدار.